پوپولیسم، پدیده سیاسی و اجتماعی زمانی ما در تقابل با دموکراسی یا مردم سالاری به یکی از محرک‌های اصلی تحولات سیاسی این روزها تبدیل شده. از سالن‌های قدرت گرفته تا خیابان‌ها و قهوه‌خانه‌ها، نزاع بر سر روح حاکمیت خود به سوژه سیاسی غالب بدل شده است. کلی‌گرایی بدون توجه به جزئیات در کلام را می‌شود از بارزترین شاخصه‌های پوپولیس‌ها یا همان عوام‌گراها به شمار آورد. ادعای نمایندگی مردم و مخاطب قرار دادن آنها به مثابه یک کل در برابر دشمنی اهریمنی ظاهرا قصه اغلب جریان‌های سیاسی جاری است. Some have suggested a barrier. بعضیا میگن ساختن دیوار مرزی یه مانع غیر اخلاقیه. پس چرا سیاستمداران ثروتمند دور خونه‌های خودشون دیوار، حصار و دروازه می‌سازن؟ اونا دیوار نمی‌سازن چون از مردم بیرون متنفرن، بلکه به این دلیله که مردم داخل دوست دارن. با این همه شاید منصفانه و منطقی به نظر برسد که تصور کنیم هر سیاست مداری حق دارد برای جلب توجه مردم از روش‌های به گمان او اثرگذار بهره بگیرد. برای نمونه در رقابت‌های انتخاباتی سال 2015 در ایالات متحده بسیاری هم دونالد ترامپ و هم برنی سندرز را پوپولیست می‌خواندند. رقیبانی با سلیقه و اندیشه سیاسی کاملا متفاوت و به تعبیری مخالف یکدیگر که رفتار و گفتارشان احیانا به یک مقدار پوپولیستی به نظر می رسیده. اگر عوام‌گرایی را به عنوان خصلتی سیاسی اجتماعی در نظر بگیریم، آن وقت می شود دید که سیاستمدارانی از هر حزب و طرف سیاسی ممکن است این منش متداول را کم و بیش تمرین کرده باشند. پس بیایید از دوئل تکراری راست و چپ فاصله بگیریم تا دوچار خطای دید و داوری نشویم. پوپولیسم که اغلب در سخنان و رفتار سیاستمداران هم به وضوح جلوه می‌کند، در برهه‌هایی از تاریخ به تصویر تنها کشتی نجات یک ملت هم بدل شده. اگرچه بعدها باعث چالش‌های مهمی برای دموکراسی و حقوق شهروندی بوده است. از ایالات متحده تا اروپا و از خاورمیانه تا شرق آسیا، ظهور لفاظی‌های عوام‌گرایانه چشم‌انداز سیاسی را تغییر داده و سوالاتی را درباره ماهیت حکومتداری به پرسش گذاشته است. اگرچه انتقادها از تغییر ماهیت دموکراسی به حربه‌ای برای تصرف قدرت هم روز به روز در حال افزایش است. ادعای اصلی پوپولیست‌ها این است که تنها بخشی از مردم واقعاً مردمند. نایجل فاراج انگلیسی از فعالان و حامیان جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا رأی به برگزیت را تلویحاً رأی مردم واقعی بریتانیا خواند. با این حساب 48% از رأی دهندگان بریتانیایی که با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مخالفت کرده بودند واقعی نیستند یا به تعبیری فاقد هوشیاری سیاسی بودند. میتونید سرم داد بزنید، از دست من ناراحت باشید، ولی این لحظه رو باید جشن گرفت. شگفت انگیزترین اتفاقی بوده که امسال رخ داده. این بیماری دموکراسی دولت و ملت همه جا رو پر کرده، مخصوصا جهان غرب رو. با اوجگیری موج پوپولیست در فضای سیاسی اغلب کشورها، نگرانی ها از تبدیل شدن این استراتژی تبلیغاتی سیاسی رایج به تهدیدی علیه هنجارهای دموکراتیک هم بالا گرفته. البته بهتر است به خاطر داشته باشیم که هر فرد و یا جریان سیاسی که به مردم متصل شود الزاماً پوپولیست نیست. عوام‌گرایی گاهی در بهترین شکل خود با دموکراسی فرسنگ‌ها فاصله دارد و گاهی در زشت‌ترین شکلش زمینه‌ساز تحولات مثبت بوده. پوپولیسم سایه مستدام سیاست مبتنی بر نمایندگی است، مجهز به حاله نور که از قضا آشنایی دیرینی هم با مردم دارد. به قول رالف دارندورف، سیاستمدار و فیلسوف آلمانی بریتانیایی، پوپولیسم ساده است و دموکراسی پیچیده. نریمان فروغی، لندن.